از رعایت وقتم تشکر ویژه بله سر وقت زودتر از وقت به پایان رسوندم. دعوت میکنم از ناطق بعدی جناب آقای یوناتن بتکلیا نماینده محترم مردم شریف آشوریان و کلدانی ها که به ایراد نطقشون بپردازند. به نام خداوند جان آفرین، همه شما یک رأی، همدرد و برادر، دوست و مشفق و فروتن باشید. رساله اول پولوس باب 3 آیه 8. با سلام و درود به رهبر کبیر انقلاب و دولت مردان جمهوری اسلامی، همکاران گرامی، ملت شریف ایران، علل خصوص جامعه عزیز آشوری، تسلیت‌های قلبی خود را به مناسبت درگذشت عالی جناب پاتریارک ماردنخای چهارم، رهبر جهانی کلیسای شرق آشوری، به جامعه جهانی آشوریان ابراز می‌دارم. اکنون 100 سال است که از فاجعه دردانگیز نسل‌کشی فجیع آشوریان، ارامنه و یونانیان به دست حکومت جبار عثمانی می‌گذرد. هنوز بازماندگان قربانیان اون فاجعه به حقانیت خود دست نیافتند، نه حتی پوزشی برای نسل کشی وحشیانه ابراز شده است. حال پس از گذشت 100 سال گفته می شود، تحقیق شود، ببینیم آیا این فاجعه انسانی نسل کشی بوده یا خیر، زهی فریب کودکانه. آشوریان جهان چنان مظلومان تاریخ، چنان یتیمان جهان، نخستین قربانیان نسل کشی بشری بودند. از تیموریان و چنگیزیان و عثمانیان و صدامیان تا به داعشی های امروز، جوامع بشری، نهادهای مدعی حقوق بشر، اگر روزگاری گوشه چشمی به این بربریت انسان نما داشتند، امروز شاهد نسل کشی داعشیان، محو تاریخ باستانی، نابودی مانده شهرهای پیش از تاریخ چون شهر نمرود نبودیم. هم‌اکنون بشریت شاهد بیداد کشتار مسلمانان و مسیحیان آشوری و ویرانی آثار تاریخی به دست تکفیری ها داعشی هاست. بیش از 300 آشوری هنوز در چنگ خفاشان زمانه داعشی هایند. سازمان ملل و همه نهادهای مدعی حقوق بشر در سکوت مطلقند. به عنوان دبیر کل اتحادیه جهانی آشوریان، از وزارت امور خارجه میهنمان عاجزانه خواستار رسیدگی به وضعیت دردناک آشوریان سوریه و عراق هستم. امروز تنها شاهدیم که پارلمان ارمنستان و همچنین اروپا از حقانیت آشوریان در قتل عام 1915 میگویند که سپاسگزارم. البته ایران همواره با مساوات و برابری قدم برداشته، حق و حقوق جوامع اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی را رعایت کرده، از رسیدن به همه خواستهای آنان، یعنی حفظ و نگهداری زبان، فرهنگ، آیین‌ها، آداب و سنن، آیین‌های دینی و قومی حمایت نموده، چه جای تشکر و قدردانی دارد. امروز دلخوشی می‌داریم به تلاش خستگی ناپذیر تیم مذاکره کننده میهنمان پای مذاکره کشورهای 5+1 که ثمره شیرین پیروزی اون را شاهدیم. با تأسف اما هنوز نقطه پایان بر توافق نامه نرفته. صداهای منحوس رژیم صهیونیستی و ساز ناهماهنگ و نامبارک تندروهای آمریکا در مخالفت با این توافق در راه به گوش می آید که به هر تقدیر محکوم است. جدای از آن، تقاضای رسیدگی به درخواستای دیرین جامعه آشوریان ایران را دارم. با تأسف در برابر خواستای اساسی جامعه آشوریان، رئیس جمهور متحد میهنمون تا به امروز هیچ پاسخی ندادند که این سبب دلنگرانی جامعه کوشا و پایبند نظام میهنمون آشوریان شده است. همان گونه که در نوت‌های پیشین اذعان داشتم، مؤکداً اعلام می‌دارم عدم استخدام آشوریان و سایر اقلیت‌های دینی متخصص در نهادها و سازمان‌های دولتی و برخورد سلیقه‌ای مسئولین اجرایی همچون گذشته،
علاوه بر ایجاد تنگ دستی و فشار مالی بر جامعه باعث مهاجرت آنان به خارج گردیده است. استخدام این اقشار مورد تقاضا است. با تأسف از بودجه تخصیصی 2,500,000,000 تومانی خاص اقلیت‌های دینی تنها 1/3 مورد تصدیق قرار گرفت که آن هم تا به امروز پرداخت نشده است. دستورات لازم جهت تسریع در پرداخت 100% آن مورد تقاضا است. غصب زمین کلیسای کاتولیک آشوری چلدانی تهران از سوی یک هیئت مذهبی و عدم استرداد آن با وجود درخواست از مقام ریاست جمهوری نشانگر نادیده انگاری و بی‌توجهی بین حقانیت جامعه روحانی کلیسای کاتولیک آشوری احقاق حق کلیسا مورد تقاضا است. مصادره و غصب گورستان‌های تاریخی توسط ستاد اجرای فرمان امام در تبریز حادثه‌ای باور نکردنی است که دستورات مقتضی مورد استدعاست. با وجود تلاش‌های مستمر و پیگیرانه هنوز محدودیت‌ها و تنگناهای قانونی در رابطه با قصاص ماده 881 مکرر قانون مدنی در دادگاه‌ها عدم تحقق این خواست‌ها آسیب‌های جبران ناپذیری را موجب شده است. عدم حضور نمایندگان اقلیت‌های دینی نه چون دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 180 تبصره 22 ردیف اعتبار بودجه امکان بهره‌جویی جوامع اقلیت‌های دینی از این اعتبار را ناممکن می‌سازد. خواستار استفاده از حقوق حقه خود چنان سایر نمایندگان هستیم. اقدام‌های اولیه برای احداث مجموعه فرهنگی ورزشی آشوریان در ارومیه انجام گرفت. ارومیه و کرج انجام گرفت. امیدوارم تکمیل شود. سپاس از وزارت جهاد جهت تحقق طرح توبا. جشنواره بین‌المللی فرهنگی ورزشی آشوریان هر سال در ارومیه برگزار می شود. امید است بودجه دامی و در تقویم قرار گیرد. علی‌رغم درخواست‌های مکرر پیگیری‌های جهت تعطیلی شیفت بعد از ظهر مدارس آشوریان در ارومیه متأسفانه هیچ اقدامی مؤثر مشاهده نشده است. وزیر درخواست اقدام عاجل. با ابراز سپاس ویژه از وزیر جرامی بهداشت در ایجاد درمانگاه ویژه آشوریان در ارومیه دستور اختصاص اعتبار را دارم. از مدیران جمعیت هلال احمر برای کمک‌های بی‌دریغشان به آشوریان عراق آواره از ظلم داعشی‌ها در اردوگاه عراق، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برگزاری همایش زبان مادری در ارومیه با حضور بیش از 60 تن از کشورهای خارجی ایرانی، در پایان فاجعه اسفناک در گذشت نابهنگام همکار ارجمندمان مرحوم مهندس آقایی را از سوی جامعه آشوری علل خصوص آشوریان خطه سلماس به خانواده محترم آن مرحوم و کلیه نمایندگان گرانقدر مجلس و ملت شریف ایران تسلیت در می نمایم. نه امتی خبیبی بشلام و ایقارا خاجه خیتا ما دوی من پاشم تی جورتا و بیاوی من بویات لبل فوت شنایت کدی شوت مرد ان خفاتریر چا جبارت ایتت مد ان خطات را الخی زننایی پیوی پرکانت امان زلیم اراک سوریه. متشکرم. خیلی متشکر و ممنون از جناب آقای بتکلیان نماینده محترم آشوریان و کلدانی ها.